خانم و آقایون، درود بر شما. با خلاصه ای از خبرهای آباتودهی در خدمت شما هستم. واجا مانع تحقق سناریوی خطرناک اطلاعات سپاه. طبق اطلاعات رسیده به آباتودهی، روز سه‌شنبه 30 بهمن ماه نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی یک عامل انتحاری را در بهشت زهرای تهران دستگیر کردند. میزان مصرف سرانه گوشت در ایران برای هر نفر سالی 6 کیلوگرم است که این رقم در ترکیه 27 کیلو، اروپا 45 کیلو، آمریکا و کانادا 70 کیلو است. بهنوش بختیاری متاسفانه باز هم بر گفته‌های قبلی خود تأکید کرد و ادعا می‌کند سلبریتی حکومتی نیست. اگر با مردم است، چرا به جای تشویق مردم به حق خواهی و اعتراض مسالمت‌آمیز آنها را به تسلیم و پذیرش شرایط کنونی با نخریدن گوشت تشویق می‌کند؟ زمینه‌سازی برای برکناری روحانی. حسین سمسامی، اقتصاددان حکومتی، در شبکه افق گفت این دولت شایسته اداره مملکت نیست. هر روز مدیریت این دولت بر کشور خسارت است. قبلا به مردم هشدار داده بودم روحانی رأی بیاورد با افزایش بیکاری و تورم مواجه خواهیم شد. سناتورهای آمریکایی خواستار استفاده از نفوذ واشنگتن در FATF علیه رژیم ایران شدند. نشریه اسرائیلی میگوید رژیم ایران با رزمایش بزرگ دریایی فردا بازی جنگ دریایی بزرگی را در خلیج فارس راه انداخته است. مردم نان شب ندارند ولی نظام میلیاردها تومان را صرف مانور میکند. پنجشنبه 2 اسفند ماه 4 تن از فعالین کارگری در کردستان پس از اذیت و آزار فراوان آزاد شدند. پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت حرف کشورهای عربی منطقه و اسرائیل این است که بزرگترین تهدید رژیم ایران است. یک هفته پس از پایان مهلت ایران برای تصویب لایحه FATF، این سازمان روز جمعه 3 بهمن ماه در جلسه ای رسمی بار دیگر به ایران 4 ماه وقت داد. درخواست 4 سناتور آمریکایی از گروه ویژه اقدام مالی برای برخورد جدی با رژیم ایران. 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترک خواستار تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 98 شدند.